گاردین نوشت انقلابات غیر مذهبی در مصر و تونس می تواند تهدیدی برای رژیم ایران باشد، زیرا تحولات در این دو کشور در ارتباط با دموکراسی و نه بر اساس مذهب یا هویت‌های مذهبی بوده است. نگرانی رژیم ایران قابل فهم است، زیرا انقلاب‌های دموکراتیک در منطقه می توانند به خواسته های دموکراتیک در ایران جان تازه‌ای ببخشند. برای اجتناب از آن، رهبران رژیم ایران نزد مردم ادعا می کنند که حوادث مزبور بخشی از بیداری اسلامی می باشد. CBS گزارش داد تظاهرات در سوریه رژیم ایران را با وضعیت بسیار دشواری مواجه کرده است، وضعیتی که صفحه استراتژیک ایران را با تمامی اجزای آن به هم می ریزد. روشن است که یک سوریه بی ثبات طرح پایگاه نظامی رژیم ایران را احتمالاً منتفی می کند. وضعیت سوریه رژیم ایران را در وضعیت مسخره قرار می دهد. از یک طرف ملاها و احمدی نژاد اعتراضها در خاورمیانه را مورد ستایش قرار می دهند، اما از طرفی نمی توانند همین کار را در رابطه با سوریه بکنند. تلویزیون CNN گزارش داد تلسم ترس نهایتاً در سوریه نیز شکست. تصاویر ویدئویی نشان دهنده همین امر است. در شهر درعا تظاهرکنندگان تصویر بشار اسد را پاره می کنند، در حالی که سایر تظاهرکنندگان در حال سرنگون کردن مجسمه پدر وی حافظ اسد می باشند. در شهر حمص نیز تصویر حافظ اسد نه تنها پاره می شود، بلکه به آن لگد نیز می زنند. این به روشنی نشان دهنده نارضایتی مردم است، آن هم در کشوری که این کار ممنوع بوده است. Extraordinary expressions of defiance and dissent in a country that allows neither. And coming just one day after the government admitted mistakes had been made, promised to listen to its people, and vowed to implement reforms. Words that did little to quell a rising tide of anger. On Friday, eyewitnesses reported. روز جمعه مردم سوریه در دمشق، درعا و چندین شهر دیگر این کشور دست به تظاهرات زدند. به گزارش تلویزیون العربیه در شهرهای مختلف سوریه حداقل 30 نفر توسط نیروهای بشار اسد کشته شدند. مؤيدة للرئيس السوري وتهتف له ولسوريا وشبك المسيرات عددا من شوارع العاصمة السورية دمشق. همین منبع گزارش داد روز جمعه تظاهرکنندگان در سوریه با سر دادن شعارهای خواستار سرنگونی رژیم بشار اسد شدند.